درس 53 از کتاب English Vocabulary in Use از انتشارات کمبریج. Places، مکانها. A. General places words. لغت ها برای مکانهایی که به طور کلی و به طور عمومی از اونها استفاده میشه. Come here, please. Here رو در جای استفاده میکنند که شما اونجا هستید. یعنی اینجا. To me. To where I am. به سمت من. جایی که من هستم. Have you been to Lima? I'm going there in April. میگه که تا حالا در لیما بودی؟ من قصد دارم اپریل برم آنجا. There یعنی not here. یعنی چیزی که اینجا نیست. Another place. یه جای دیگه است. Max is coming back from Portugal in May. Max داره بر میگرده از پرتغال در ماه می. Back یعنی to here again. برگشتن به اینجا. دوباره آمدن به اینجا. این اینجا و againش خیلی مهمه. To this place. به این مکان. There are books and papers everywhere in my room. یه کتاب ها و کاغذ ها همه جا توی اتاق من هست. یعنی in all parts or all places. یعنی در همه قسمت ها یا در همه مکان ها. و پیشنهاد کرده که حتما درس 42 درباره came رو ببین. B. Prepositions. حروف اضافه. Look is in the kitchen making dinner. میگه look توی آشپزخونه است داره غذا میپزه. There are two restaurants in the village. میگه وجود دارد دو تا رستوران توی روستا. In the village. Samantha lives in Seoul or in South Korea or in Asia. برای این سه تا جمله این تصویر رو ببینید. کلمه این رو داخل یک باکس گذاشته. دورش خط کشیده. یعنی وقتی ما در مورد مکانی که دور اون مرزش مشخصه، مثل مرز یک شهر، مرز یک کشور، تا حتی مرز یک قاره، یک روستا، یک آشپزخونه که خب در دیوار داره مرزش مشخصه، میگیم این. توی یک لیوان رو در نظر بگیرید، اگه چیزی داخل لیوان میشه میگیم این the glass. I'll meet you at the station. من تو رو در ایستگاه خواهم دید یا ملاقات خواهم کرد. I always sit at the front of the class. من همیشه میشینم در جلوی کلاس. خب پرپوزیشن at چجوریه؟ در این قسمت میبینید یک نقطه است. یک نقطه‌ای که مشخصه به طور عموم معلومه، مثلا جلوی کلاس، front of the class. یه نقطه است و مرز و مشخصاتی نداره. یا توی استیشن یه نقطه روی نقشه است. یه من تو رو توی اونجا میبینم، ممکنه بیرونش باشه، ممکنه داخل ایستگاه باشه، حالا کجای ایستگاهش هم معلوم نیست، اون ایستگاه مهمه. I like that photo on the wall. یه من اون عکس روی دیوار رو دوست دارم. Don't put your books on the chair. I want to sit on it. یه کتابات رو روی صندلیه نذار، من میخوام روش بشینم. دوباره دیاگرام ببینید، یه خط صاف کشیده و روش نوشته آن. یعنی چیزی که یک سطح داره. ما وقتی روی یک سطح چیزی داریم دربارش صحبت میکنیم، باید از پرپوزیشن آن استفاده کنیم. روی میز، روی صندلی یا روی دیوار، همه اینها چون یک سطح دارن و ما داریم درباره روی اون سطح صحبت میکنیم، باید از پرپوزیشن آن استفاده کنیم. C. Positions. موقعیت ها.
the top of the mountain. بالای کوه. Top میشه بالا. The middle of the road. در میانه یا در وسط جاده. The bottom of the glass. ته لیوان. پایین لیوان. The front of the car. جلوی ماشین. The side of the car. پهلوی ماشین. The back of the car. پشت ماشین. The beginning of the motorway. محل شروع اتوبان. The end of the motorway. پایان اتوبان. این دوتا تابلویی که در وقتی دارید درباره نقطه شروع یک اتوبان یا یک چیز دیگه، یک راه دیگه در استفاده میکنید، دارید صحبت میکنید، باید از the beginning استفاده کنید. و همینطور در مورد پایان یک بزرگراه، یک فیلم، یک داستان، یک هر چیز دیگه باید از the end استفاده کنید. D. Left and right. چپ و راست. This is his left hand. این دست چپشه. This is his right hand. این دست راستشه. در تصویر هم میبینید که دست چپ و راست رو داره برای شما نشون میده. In York Street there is a cinema on the left and a restaurant on the right. میگه توی خیابون York Street وجود دارد یک سینما سمت چپ و یه رستوران سمت راست. E. Home and away. خانه و خروج از اون. Is Eleanor at home? یه Eleanor خونه است. منظور از home یعنی in her house. در منزلش or in her flat. یا در آپارتمانش. اون جایی که این خانم داره زندگی میکنه میشه هومه. سه جور جواب شما ممکنه بشنوید. No, sorry. She's out. نه، اون بیرونه. این بیرونه به این معنیه که not here. اینجا نیست. For a short time. برای مدت کوتاهی. For example, at the shops or at work. یعنی به طور مثال، مثلا رفته خرید کنه یا رفته سر کار. اگر کسی برای مدت کوتاهی جایی رو ترک کنه یا منزلش رو ترک کنه، از out استفاده میکنه، یعنی اون بیرونه. گزینه دومی که میتونید بشنوید اینه. No, sorry. She's away. نه، ببخشید، او بیرونه و اون در واقع رفته به راه دوری. Away کرده، در راهه. یعنی چی؟ not here for a longer time. برای زمان طولانی تری اینجا نیست. For example, on holiday. یعنی ممکن رفته باشه holiday، سفر کاری، تعطیلات. و خلاصه از این منطقه جوریه که شب بر نمیگرده. چند روزی ممکنه بر نگرده. یعنی مثل holiday یا سفر کاری و از اینجور چیز. گزینه سومی که میتونید بشنوید اینه. No, sorry. She's abroad. یعنی این که نه، متاسفم، اون خارج از کشوره. اون رفته خارج. دیگه مثل زبان فارسی که میگیم خارج، دیگه نباید از exit استفاده کنیم. Abroad یعنی از بورد یا از مرز گذشته. یعنی این another countryه. یه کشور دیگه است. Exercises 53.1. Fill the gaps with here, the, back, or everywhere. با یکی از این چهار تا کلمه این جملات رو جای خالیشون رو پر کنید. Thanks for lending me your dictionary. یه ممنونم که قرض دادی مرا دیکشنریت را. Lending me your dictionary. خب در جمله دوم گفته که I'll bring it back soon. من اون رو به زودی بر خواهم گردون. برای اینکه
معنی bring رو متوجه بشید به درس 44 که مربوط به ورب bring brought بودش مراجعه کنید. 53.2 fill the gaps with the correct preposition. از حرف اضافه مناسب در این فضای خالی استفاده کنید. My brother works. خب گفتیم که پاریس یک شهره، چون محدوده داره، چون یک مرزی دور شهر هست، باید از این استفاده کنیم. پس میشه My brother works in Paris. خب حالا بقیه اینها رو خیلی راحت میتونید پر کنید. 53.3 Mark the positions of the bus and on the tree. میگه که علامت گذاری کنید موقعیت های روی اتوبوسه و روی درخته. در جلوی اتوبوس رو که نوشته the front of the bus، از اون لیست شماره 1 رو گذاشته برای اینجا. شماره 2 the side of the bus، کدوم یکی از اون خطا که اون نقطه چینا بهش مربوط شده باید کجا بگذاردش، و the back of the bus کجاست، the middle of the tree، the top of the tree and the bottom of the tree. اینها این موقعیت ها رو روی اون دوتا جسم، دوتا شی مثل اتوبوس و درخت نشونه گذاری کنید. 53.4 Fill the gaps with out, away or abroad. همین چیزی که چند لحظه پیش براتون گفتم، با یکی از این سه کلمه این جاهای خالی رو پر کنید. یکیش رو که خودش پر کرده. I'd like to work abroad and learn about a new country. میگه من دوست دارم که کار کنم abroad میشد in another country، توی یک کشور دیگه ای، و یاد بگیرم درباره یک کشور جدید. بقیهش خیلی راحت میتونید پر کنید. کلاً درس خیلی ساده ای بود. 53.5 Answer these questions about yourself and about this book. پاسخ بدید سوالها رو درباره خودتون و این کتاب. Are you studying English at home or abroad? حالا یه جمله کامل بنویسید. فقط مثلا جمله abroad یا at home خط نکشید. اون خالی ننویسید. به طور کامل جمله بنویسید که هرچی این جمله نوشتن ها رو به طور کامل یاد بگیرید مطمئن باشید. در یادگیری زبان بهتون کمک میکنه. امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.